خب دوستان عزیز، ساعت 10:57 و 39 ثانیه است. شنونده برنامه نیستان هستید و همونطور که از ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، ساعت 11 طبق روال همه دوشنبه ها ما میزگردی داریم که امروز افتخار داریم میهمان محترممون جناب استاد منصور نریمان هستن، لطف کردن دعوتمون رو پذیرفتن و همینطور کارشناس مجری همیشگی و گراممون جناب آقای میرعلی نقی که من میبینم در اتاق فرمان حضور دارن. فرصتی رو میخوایم از همکاران خوبمون که انشاءالله دعوت بکنیم، از میهمانان گرامیمون که به استودیو تشریف بیارن. هرگاه و هر جا نام ساز بربط یا عود به گوش ما بخورد و یا صدای گرم و دلنشین این ساز رو بشنویم، بیشک و بلا فاصله نام استاد منصور نریمان برای ما تداعی خواهد شد. و در بین هنرمندان هرگاه صحبت از بزرگواری، افتادگی، بلند نظری و بسیاری از فضایل اخلاقی بشه، باز هم نام استاد منصور نریمان به میان خواهد اومد. استاد منصور نریمان موسیقیدان، نوازنده و احیا کننده ساز عود و یکی از تک نوازان موسیقی سنتی کشورمون امروز میهمان ما هستند. با شنیدن ساز زیبای عود به دست های هنرمند جناب آقای نریمان به استقبالشون رفتیم و در حال حاضر در استودیو حضور دارن. اجازه بفرمایید که من سلام عرض کنم خدمت شما استاد و ورودتون رو خیلی مقدم بگم. منت گذاشتید بر ما و خوشحال میشیم که اگر مایل هستید باب گفتگو رو با شنوندگان عزیز ما باز بفرمایید و اگر مایلید سلام علیکی داشته باشید. با سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز و محترم، من امروز که هم میفرمایید با عرض ادب باز هم عرض میکنم خدمت همگان
مطالب خودم و اونش که شروع جناب عالی سوال بفرمایید من عرض میکنم. بزرگواری جناب عالی میرعلی نقل شما هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید. خوشحالم که اینجا هستم طبق معمول و بیش از همه به طور ویژه خوشحالم که خدمت استاد نریمان هستیم. من با آرزوی دیدار ایشون مدت ها پیش داشتم که سعادت دست نمیداد متاسفانه و الان که هستیم میبینم اون چیزی هم که در مورد ایشون گفتم واقعا کم گفتم و این حسی که الان ایشون اینجا میپراکنن از خودشون ما چی در کمتر موسیقیدنی تو این دور سراغ میکنیم. من فکر کنم یک شرحال مختصر از ایشون رو شما لطف فرمایید که دوستان بیشتر آشنا بشن. البته جالبی رو آقا میرعلی نقل شما اشاره کردید در بعد به صحبتتون در اون درباره اون حس زیبایی است که درباره استاد نریمان فرمودید. دیروز که داشتیم با آقای رستگاری تهیه کننده خوب برنامه صحبت می‌کردیم درباره استاد نریمان، ایشون هم از انرژی مثبت فراوانی که از استاد ساطع میشه در واقع صحبت می‌کردن که من خوشحالم استاد که واقعا این همه از شما به خوبی یاد می‌کنن و خوشحالیم امروز در کنار شما هستیم. ممنون. سرحال شما رو البته خیلی مختصر من عرض می‌کنم تا بعد جناب آقای میرعلی نقی کامل می‌کنن. استاد اسکندر ابراهیمی زنجانی با نام هنری منصور نریمان متولد 1315 در مشهد هستند. ساز تخصصی ایشون عود هست و از بلند پایه‌ترین نوازندگان قرن حاضر در ایران هستند. ایشون تسلط کامل به هنر نقاشی و خوشنویسی دارند. بیش از 30 سال سابقه کار موسیقی در رادیو تلویزیون مراکز مشهد، شیراز و تهران از سوابق کاریشون هست. ایشون تحسین شده در مجامعه هنری بین المللی و داخلی هستند. از آثارشون آلبوم کتاب و نوار عود نوازی، چاپ انتشارات سروش و تعدادی سی دی هست که در کشور فرانسه منتشر شده که اینها البته بسیار کم بود از خصوصیات هنری و اخلاقی شما که اجازه بفرمایید میکروفون رو بستانیم به استاد گرامی جناب آقای میرعلی نقی و خواهش کنیم که شروع بفرمایید. با تشکر شما این بنابرای یه جور تعارف و لطف دوستانه شما تو واسه خجالت بند از استاد اینجا یه نفر بیشتر نیست. اما من میخواستم سوال بکنم در وهله اول چون وقتمون کم هست تو متاسفانه فرصت های بیشتری که در خدمت ایشون باشیم باز متاسفانه کمتر هست. میخواستم سوال کنم که با یک پیشینه که پیش از حضرت عالی کسای دیگه هم بودن که عود می نواختن ولی هیچ کدوم به این پایه که الان ما عود رو با شما میشناسیم نرسیدن یا اینکه کارشون در سطح جامعه اساسا پخش نشد. من با مراجعه به حافظه از اشخاصی که عود رو در ایران به دست گرفتن مرحوم کاموسی رو بیاد میارم. بله. کاموسی که ایشون خوب ساز ازشون تار بود و مرحوم اکبر محسنی که ساز اصلی ایشون هم تار بود. تار بود. بله. و از هیچ کدوم از اینها آثاری که در سطح عامه منتشر شده باشه نیست و صدای عود هیچ کدوم از این دوتن رو که الان سالها سردشون به خاک پیوستند نشنیدیم. یعنی ما دقیقاً عود و با نام و با پنجه شما به خاطر میاریم. میخواستم درباره اختلافات سبکیتون با استادان پیشین برای ما صحبت بکن. یعنی اختصاصات سبکی اونا موقع اجرا چی بوده و اختصاصات سبکی حضرت عالی چی هست موقع اجرا؟ خواهش میکنم. عرض کنیم مطلبی رو بایستیم روشن بشه که اگر آقای اکبر محسنی و آقای یوسف کاموسی میسین که بله. اسم کوچیکشون نبودن چه بسا که من هم علاقه به عود یعنی عودو ندیده بودم که علاقه داشته باشم. پس من متشکر از این دو نفری که امروز بین ما نیستن. بله. اونها قدم اولو برداشتن، قدم بعدی رو من برداشتم، قدمهای بعدی رو عزیزان هنرجوها و دانشجویانی که الان در حال فعالیت هستن انشالله که موفق بشن. و اما در مورد سبک فرمودید من قبلا شروع در سن خیلی پایین چون در منزل پدرم پدر بزرگم پدر بزرگ عود میزدن ولی پدرم سه‌تار و تار یعنی عود وجود داشته در خانواده شما. بله. خیلی مسئله است. بله. مهمه یعنی شما تازه با عود آشنا. بله. ولی من خیلی کوچک بودم وقتی پدر بزرگم که عود فقط یه چیزی یادم میاد خیلی کم و عرض کنم پدرم هم ستار و تار و نی و صدای بسیار خوبی داشتن که تقریبا میشه گفت همتراز
مرحوم تاج بودن که با هم هم دوست بودن هم کارشون تقریبا. ردیف ها را در خدمت استاد بزرگ مرحوم درویش خان در خدمت ایشون تلمس کرده بودن و من میخواستم که سازو یعنی رو به ساز آوردن که اول ستار، چون سنم خیلی پایین بود به من اجازه نمیدادن که من به سازها دست بزنم چیز بکنم، تا یه روزی بالاخره اومدن دیدن من دارم میزنم. چند سالتون بود؟ چهار سال و مثلا چند ماهی دیدن دارم میزنم، البته نه اون زدنی که الان ما فکر میکنیم، چند تا بارقش مشخص بود. بله که ایشون خیلی خوشحال شدند و از اون تاریخ اجازه دادن که من به سازاشون دست بزنم و کار بکنم، که این کار را هم کردم، سریع پیشرفت کردم. به ردیف ها که رسید ایشون خیلی به من کمک کردند و در ششم ابتدایی اولین کنسرت که اداره فرهنگ اون زمان گذاشت در مشهد تالار شیر خورشید اون زمان. چه سالی بود آقای ریبانی؟ یادم نیست، من کلاس ششم ابتدایی بودم. بله ده دوازده. بله بله. دستگاه شور رو من اونجا تکنوازی کردم که خیلی مورد توجه قرار گرفت و اون شاید که استارت بود برای کار من از نظر تشویقی و از نظر پیگیری کارم به این صورت، تا اینکه در 14 سالگی به دلیل اینکه هم او در گذشته در خانواده بوده و هم بزرگان بزرگترها صحبت میکردن که این ساز به نام بربط بوده و دومین ساز کشور ما بوده و متاسفانه بی توجهی شده، فراموش شده و ای کاش یکی پیدا بشه که این کارو بکنه، و این همینطور تو ذهن من بود تا اینکه در 14 سالگی اون یک نفر میشن که خود من بودم شروع کردم و متاسفانه یا خوشبختانه همونجور که الان هم این موضوع رایج هست، بیشتر چون در کشورمون نبود نوازنده عود و فرم عود، از کشورهای همسایه من استفاده میکردم، مثل کشورهایی که عود دارن، مثل مصر و عراق اینا. بله استفاده میکردم. بعد به جای رسید که دیگه اون تسلط کافر داشتم، برای اینکه عربی نشه و یا حالتهای دیگر نشه خیلی زحمت کشیدم تا این سبکی که ملازم فرمایید، این دیگه آخرین نتیجه کار من بود که به این صورت در اومد. امیدوارم که در آینده جوانهامون با سبکهای بهتری ابداع بکنن. بله انشاءالله. خیلی متشکرم. برنامه رو ما تلتیف میکنیم در واقع فضا رو با ساز زیبای عود استاد نریمان. بفرمید آقای علی. من میخواستم سوال بکنم که این سبک و سیاق مشخص که شما دارین از چه سالی تقریبا شکل گرفت، یعنی ثابت شد، تثبیت شد در شما و از اون موقع شما حس کردین که به این وقت به اون پختگی و جوافتگی در کارتون رسید و آیا برنامه های شما بیشتر مصروف چه چیزهایی میشد؟ کار جمعی بود، فردی بود، درس دادن بود؟ بس بس در بادی بله عرض کنم موضوع مبارکتون که من در سال 34 یا 35
در رادیو مشهد که تازه تأسیس شده بود و اینها، در اونجا برای اینکه در شهرستان به خصوص شهرستان‌های مثل مشهد کمتر هنرمندا می اومدن و خودشونو به اصطلاح ظاهر می شدن، کارشونو ارائه می دادن، من شروع کردم به عنوان سرپرست، چون سنم کم بود، سرپرست موسیقی رادیو مشهد منو گذاشتند و مجبور بودم که ارکستری هم داشته باشم که خودم سرپرستی آهنگسازیشو بکنم، رهبریشو بکنم به این صورت. ولی در اصل تمام هموغم من و فعالیتم روی تکنوازی بود. خیلی دلم میخواست که یه روز تکنوازی باشم که به حساب به قول معروف بیان. پس از همون سال 35-36 تقریبا میشه گفت که هم تکنوازی میکردم در رادیو مشهد و هم کارهای ارکستر اینها، از اونجا این سبکو من داشتم. چه بسا که شاید مربوط به تار بوده، چون قبلا نرس کردم ستار و تار میزدن، هیچ بعید نیست که اون بوده، ولی الان که شما توجه میفرمایید ارتباطی به تار نداره. نه، تکنیک های خودشو کاملا پیدا کرده. بله. با توجه به مختصات ساز عود که طبعا با تار بسیار فرق میکنه، شما کاملا الان عود میزنید. بله. نه تارو در عود. بله. یه مطلبی که لازم هست که عرض کنم حضورتون و شنوندگان علاقه من به این ساز، من دیدم که در قسمت آموزش من هر کاری میکنم هنرجویان من خیلی خوب پیشرفت کردن، خیلی خوب ساز میزنن این سازو، اما خیلی دلم میخواست که یک کدوم بالاخره اون حالاتی که خودم در ساز دارم اونها رو داشته باشن، که حالا من فرخورد نکردم به هیچ شروع و این خیلی باعث ناراحتی من میشه. واقعا اخیراً موفق شدم که دیگه این چون تمام شده عرض میکنم 40 قطعه 4 مضراب و پیشتر آمد و اینطور مطالب رو نوشتم که با علامت گذاری کامل، فکر میکنم که شاید در آینده این آرزوی من برآورده بشه. و همچنین ردیف آقای معروفی را هم برای عود به طوری که به خود ردیفیش کنه لطمه نخوره، کم زیاد نشه، سبکشو برای عود من نوشتم که اونم انشالله فکر میکنم تا 1 سال دیگه دست علاقه مندم برسه انشالله. بعد اخبار خوشحال کننده ما میدم، چون تو سنی که اکثر موسیقی‌دان از کار میفتن و اصلا با یه حالت دبالت خستگی و بیزاری و دلمردگی مواجه میشن، ایشون با نیرو نشاط یه آدم 30 ساله از موسیقی حرف میزنن. ولی به یه نکته دردناکی هم اشاره کردن که مشغله ذهنی خود منم بوده و اینکه چرا نسل به نسل کیفیت درک و دریافت باطنی موسیقی هی افت میکنه و اون حالات و اون حسی که باید بدن. من خواستم خودشتون در وهله اول سوال کنم و بعدا اگه خودم حرفی داشته باشم بگم چرا اینطور میشه به نظر شما؟ من فکر میکنم که به علت به اصطلاح فشردگی زندگی و ماشینی شدن وضع زندگی ما باشه. برای اینکه اون زمان اگه نظرتون باشه، یعنی شما که یادتون نمیاد، من خودم عرض میکنم که صبح از خونه میومدیم بیرون، میدیدیم که خونه مثلا عمو بغل دست منزل ما، دایی اون طرفتر، خاله اون طرفتر، همینطور فامیل در یک محل جمع بودن برای دیدن همدیگه، برای گرفتاری ها اینها که پیش می اومد مشکل همدیگه رو حل میکردن و از منزل تا محل کار هم راهی نبود و این ترافیک اینجوری نبود، با یه درشکه میشد خیلی سریع رفت و رسید. منظور این که وقت فراوانی طرف داشت. بله، برای خلوت کردن با موسیقی. بله، بله. من یک مطلب رو مخصوصا برای هنرجوان و دانشجوهای عزیزم که الان شنونده هستن اینو عرض میکنم که من خودم در سن آقایون که بودم و پایین تر برنامه داشتم، مثلا این برنامه درسی که به دیوار اتاقم نصب بود این را هم به همچینین گفتم ساعت 5 صبح بعد از نماز و اینها که خب شهر مذهبی هم بود دیگه، بعد از اون به هیچ کاری من دست نمیذارم. میشه نوشته بودم که روزهای شنبه مثلا ابو عطا
ساعت 2 بعد ظهر تمام قطعات ابو عطا، شب مجموعه اون که شنبه مال ابو عطا بود، یک شنبه مثلا مال سگاه بود، دوشنبه مال به این ترتیب تا آخر هفته برنامه پر بود. باز مجدد تمرینات این شکلی که هم خسته کننده نباشه، هم آدم بدونه که چه کار میکنه، پرت و پلا به قول معروف راه رو نره به این صورت. حالا نمیدونم تونستم فرمایش شما رو جواب بدم یا نه. بله فهمیدم کاملا. این نه برای من، بلکه برای کلیه دوستانی که تو این موضوع تعمق جدی کردن واضح و آشکاره که موسیقی ما فقط یه سری فرم و تکنیک نیست. بله این فرم و تکنیک راهیست برای به اصطلاح وارد شدن به اون حالی که انسانو باید تسخیر بکنه و از اونجا به بعد که ساز تازه معنی و مفهوم خودش رو پیدا میکنه. و متاسفانه هرچی که پیش میریم، بله با توجه به فرمایشات استاد که کاملا صحیح هم هست، اصلا فرصت ما برای خلوت کردن با موسیقی از بین میره. اما یک نکته بسیار درخشانی که در ساز استاد هست و متاسفانه کمتر کسی توجه میکنه، برای اینکه اینقدر بدیهی به نظر میاد که فکر کنم از همون اول اینجوری بوده، در که براش کار شده، اینه که این ساز اساسا چند قرن از موسیقی ایرانی بیرون رفته و پیوسته موسیقی جهان اسلام که ما به اصطلاح بهش جهان عرب ببخشید و به طب لحن موسیقی کشورهای دیگه به خودش گرفته. ایرانی کردن مجدد این ساز تلاش ذهنی و جسمی زیادی رو برده، چون فاصله ما با موسیقی اونا فاصله زیادی نیست، یعنی با اندک قفلتی میلغزه به طرف اون موسیقی و حفظ حالت ایرانی بیش از حتی استعداد فوق‌العاده یه جور غیرت ملی هم میخواد که طرف در حینه که سازه لحظه به لحظه موازه باشه که از چارچوب اصالت خودش بیرون نره. و این نکته بود که من حتما بر زمه خودم میدونستم که اینجا بازگو بکنم. مهم اینه فرمایشتون، خیلی ازتون ممنونم و متشکرم از این که من این مطلب رو سالیان سال انتظار داشتن که بالاخره یک نفر بگه، چون خودم که نمیشد بگم، اگه میگفتم حمله بر خود خواهی میشد. و چقدر جالب فرمودید، به غیر از این هم هیچی نیست و تنها ناراضی من هم همینه که بعضی مواقع میبینید که با زحمت و فراوون یه برنامه رو انسان ارائه میده، بعد طرف میاد میگه آقا این چقدر شبیه چی عبدالوهاب بود، عبدالوهاب مال مصر. بله عربی نمیشه که این عربی ها رو یه خود ایرونی بکنین؟ که من اصلا واقعا ناراحت میشم که آخه چطور کجاش شکل عربی حالا جالب اینجا سو ساد ببخشید توی کلامه. بسیاری از این آثار موسیقی پاپ که پخش میشه، بسیاری از این آثار موسیقی پاپ که الان میشه، اصلا ریتم و ملودی و نحوه خوندن دقیقا مال موسیقی حوزه کشور خلیج فارس، ولی به اونو هیچ گونه اعتراضی نمیشه. یعنی میدونی که بر اساس شعور و بینش کافی قضاوت نمیشه. ضمناً چون این ساز بین اعراب اون موقعی که بین ماها محجور واقع شد این ساز افتاد دست اعراب و حالا مردم اکثرا دست اونها دیده بودن دیگه، تقصیری هم ندارن. یک مطلبی روز حدوداً اوایل انقلاب بود، مثل این که دقیقاً یادم نیست، آقای منیر بشیر بهترین نوازنده عرب بودن در عراق و سنشون هم حدود 80-81 سال، ایشون اومدن یک جمله‌ای فرمودن که اولا این خیلی جالبه، من بد نیست که عرض کنم برای علاقه‌مندان به این ساز بدونن که ایشون میگفتن که من جوان بودم نمیدونستم، عقلم هم جوان بود، فکرم همه چیز، سعی میکردم که روی ساز آکروبات بازی کنم، یعنی کار آکروبات بکنم نه ساز بزنم. جوانی معمولا این چیزا داره. بله خیلی میگفت که بله سعی میکردم، ولی حالا که رسیدم به سن 80 میبینم که ای داری بیداد چقدر عمرم گذشت، نفهمیدم که سازو چرا از احساسم کمک نمیگیرن، چرا مبتنی بر احساس این سازو نمیزنم که حالا دارم میزنم ولی دیر شده. این خیلی مطلب جالبی بود برای من و برای همگان. و مطلب دیگه ای که بعدم باز عرض میکنم خدمتون، باز ایشون فرمودن خاطرتون نره یا خیلی بله.
خب اجازه بفرمایید که سری بزنیم با اتاق فرمان و بشنویم بخش دیگر از هنرنمایی شما رو استاد که ببینیم انتخاب همکار تهیه کننده مونه. با هم بشنویم. خب اجازه بدید من دیگه صحبتی نکنم و بشنویم صحبت‌های استاد نریمان رو درباره اینکه خودتون بیشتر درباره این کار قشنگیتون صحبت بفرمایید، چه سالی این کار رو ساختید و چه احساسی داشتید موقعی که در واقع کار رو تمام کردید. من عرض کنم این قطعه دستگاه چهارگاه بود، یعنی در دستگاه چهارگاه اجرا شده و حدوداً 25 سال قبل 23 بله. سال قبل مال دوران جوانی است تقریبا. بله الان هم جوانی داشت. متشکرم. عرض کنم این نوارو یعنی این برنامه رو سازمان یونسکو در آرشیو خودشون داشتن که در فرانسه اون شرکتی که اینو توزیع کردن سی دی کردن به اصطلاح از اونجا گرفتن. در دستگاه چهارگاه قطعات و چهار مزاری بود که الان با ضرب استاد جهانگیر ملک که واقعا استاد بی‌بدیل ضرب هستن ایشون با ضرب ایشون دست شما درد نکنه. ما دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم تلفن از شما زیاد داریم اما اجازه بفرمایید که
آیا الان میخوای تلفن حاضرید یا بگذاریم برای بعد؟ اجازه بفرمایید که ما صحبت خواهمون رو با استاد نعیمان به جایی برسونیم. با همکار محترم کارشناس مجری موندر تلفن های شما رو حتما پخش خواهیم کرد. آقای میرانی نقی بفرمایید. من میخواستم که اگر ممکنه بگید گفت حتی هر برنامه من اینو میگم بنده یه عشق طبیب جمله معترضه دارید جمله معترضه موضوع مورد علاقه بنده است. نمیدونم کجا و تو کدوم کتاب خوندم خاطره از شما در باره مرحوم خالقی داری. و میخواستم خودتون این خاطره رو تعریف کنین چون من اگه بگم لوس میشه و بیرنگ میشه تمام حسش رو دست بده. اگه خودتون بگین خیلی بهتره. معترضش در تعریفی سی استاد بکنن معترضش در اون بیاد آوردن این خاطره بود که حیف تو این برنامه گفته نشه چون خیلی خاطره عاطفی هستش. من سعی میکنم که خیلی کوتاه ولی اگر چرا کوتاه است بله که وقت تلف نشه. نه اصلا حالا داریم حالا بله عرض کنم حضورتون که مطلب خوبی رو شما فرمودید برای که لازم هست به خصوص جوانامون بدونن و حتی اساتیدمون هم بدونن که اگر روشی باید یه استاد داشته باشه باید چگونه باشه و چی جور با طرفش برخورد کنه که دل سرد که نشه هیچ دل گرم باشه و کارشو به نحو احسن ادامه بده. من همونطور که عرض کردم در ششم ابتدایی اولین برنامه به صورت تکنوازی بود با ستار و بعد از اون اول دبیرستان دیدم که رادیو تأسیس شده و دارم در رادیو فعالیت میکنم اینها ولی به اصطلاح نوت نمیدونم. علتش هم مقصر من نبودم، پدرم هم نبود، در اون زمان نوت نبود. تازه چیز شروع بود که به اصطلاح در دبیرستان ها فقط در حدود یه گام دو کامل و یه گام بله در این که به اونم مسئله رو حل میکرد. خیلی من به این در و اون در زدم تا اینکه بالاخره توی روزنامه مجله موزیک خوندم که آگهی داده شده بود که هنرستان موسیقی تأسیس خواهد شد در فلان تاریخ به همت استاد وزیری و خالقی. من بلافاصله به همون آدرس براشون نامه نوشتم به خدا رحمتشون کنه زندیات خالقی و به ایشون تو نامه این رو نوشتم که استاد عزیز درست این جمله رو استاد عزیز پدر عزیزم به داد من برسید. بله من اومدم این نمونه نوار منه. نوار هم تازه باز اون زمان نبود، نوارهای سیمی بود مفتولی بله مثل سیم تار بود، اون هم دفاتر روزنامه ها داشته. بله من از روزنامه آفتاب شرق مشهد گرفتم امانت یه قسمتی از شور رو ضبط کردم و اونو فرستادم خدمت ایشون. بعد نوشتن که بله به داد من برسید برای اینکه من دانسته هام و اون چی که دارم در این حده که با تار برای شما زدم، حالا بگید که من چه باید بکنم، من از نظر علمی چیزی نمیدونم. بعد ایشون با نامه که نامه هاشون رو همه رو دارم پاسخ دادن که پسر عزیزم اسباب افتخار من و دیگران هستید، شما الان سازی رو دارید میزنید که بزرگترها از زدن اون عاجزن. این خیلی جالب بود. اون دعوت هم کردم مثل این که بله تهران اینو میگه اگه میشه کاملش رو بفرمایید. بله حیف اگه اینجا گفته نشه. بله بعد من نوشتن که اینجور اینجور و این ساز شما خیلی ارزنده است و الان هنرستان تأسیس میشه و دلم میخواد که شما حیفه بلند شید بیاید تهران و در هنرستان شما هم بشید هنرجو هنرستان. اینجور من نامه نوشتم که والا امکانات من ندارم برای اینکه در تهران نه کسی رو دارم نه فلان و ضمناً پدرم هم ایشون چون پزشک هستن کارشون صرفا هنر نبود که زیاد توجه به اون صورت بخوام بکنه و من اجازه نمیدم چون اولاد ارشدشون هم هستم. مجددا نامه نوشتن که شما اجازه بگیرید از پدرتون بیاید منزل ما. این خیلی حرف بزرگی بود. بیاید اینجا اگر کسر ندارید من برای شما کس خواهم بود. من دختری دارم شما هم اگه بیاید دارای پسری خواهم شد. ولی بیاید در اینجا این دیپلم انشالله بگیرید و هر دوتون با استعداد هستید، هر دوتون
آینده خوبی براتون من پیش بینی میکنم. انشالله دیپلم گرفتید بعد برات وسیله فراهم میکنم برید ایتالیا تحصیلاتتون ادامه بدید. بعد من اینو به پدرم باز گفتم که روز میخوام دو سه تا پسگردنی هم بله زنم بله و اینو گفتن آخه آدم مگه میشه در یک خانه بزرگ بشه و پدر داشته باشه مادر داشته باشه اینقدر بی‌عاطفه باشه کسی دیگه رو برای خودش پدر قرار بده؟ ناراحت شدن از این مسئله. خب به خاطر اینکه ایشون هم هنرمند بود. بله من باز دو مرتبه این همین مسئله رو خدمت آقای خالقی نوشتم که والا جریان اینجور شد نتیجه نگرفتم. بعد ایشون فرمودن که خب هیچ ناراحت نشد، کتابی ما در دست چاپ داریم برای هنرستان و این دو جلد خواهد بود، جلد اولش این روز فردا تمام میشه، من برای شما میفرستم، جلد دوم را هم بعدا میفرستم. شما با توجه به اینکه تلفن به این صورت نبود که بله همین کس که بله دسترسی داشته باشه دلوقتي. بله گفت با نامه باید من یا میرفتم مخابرات از اونجا صحبت میکردم. بعد نوشتن که شما اینو به این صورت شروع کنید کار کردن، من راهنماییتون میکنم، اگر جای اشکال چیزی پیدا شد نامه بنویسید من جوابشو براتون میدم. خیلی این کار میدونه آقای میرم کدوم استادی الان این کار میکنه؟ البته غیر از خود شهزاده تعالی هیچ کس این کار نمیکنه. خیلی نمیکنم کسی این کار انجام بده. خیلی کار مشکلی هست و ایشون به این شکل ادامه دادن تا روزی که خب الحمدلله من دیدم که بله دیگه تمام قطعاتمو خودم دارم مینویسم و رهبری ارکستران که دارم دیگه واهمه ای ندارم از این که چیزی کم دارم. مرحوم خالقی رو از نزدیک نمیدم، دیدی؟ ندیدم از نزدیک، متاسفانه وقتی اومدم اینو نمیخواستم الان عرض کنم. بله ما وقتی اومدم با نهایت تاسف دیدم که دستم نرسید خلاص. الان که صحبت میکنم اصلا ناراحتم واقعا. استاد از درس محبتی که سالها پیش از استاد خالقی گرفتن صحبت کردند. من فکر میکنم آقای میرعلی نقی جناب استاد نریمان که همه ما به هر حال به دنیا میاییم برای اینکه روزی کامل بشیم انشاءالله و به معنای انسانیت نزدیک بشیم، چیزی که شما درس محبتی که آموختید سالها پیش از استاد که هیچگاه نتونستید ببینیدشون از نزدیک
و از کلام یکی از شاگردانتون که دیروز من میشنیدم، در واقع ایشون هم درس محبت رو از شما یاد گرفتن و این درس درس شیرینی است که میتونه سینه به سینه و نسل به نسل یاد داده بشه، چرا که هیچگاه از یاد آدم نمیره تا آخرین و واپسین لحظه های عمر. خوشحالیم که در کنار شما هستیم به عنوان استاد هنر موسیقی که معنای انسانیت رو کامل یاد گرفته. شکر از لطفتون. خب آقای میرای نقی، من شما پس جمله معترضت رو دوباره گفتید. یه جمله معترضه دیگه میخوام بگم. میشه سومش. اصلا لطف تمام شده. نه دیگه لطف برنامه برمی زنه، یعنی بحث خوش که تکنیکی اینا به درد اون کسی میخوره که عاشق این راه باشه و کار کرده باشه و این چیزا. به حال بیشتر دوستانی که برنامه ما رو گوش میکنن وارد به فن نیستن، عاشق به این فن هستن و با قول معروف یاد یاران یار را میمون بابد. خاطره دیگری میخواستم از گنجینه حافظه و ذهن استاد بیرون بکشم و راجع به یک انسان دیگری، انسان والای دیگری که هم در مقام فردی و هم در مقام موسیقیای محمودی خانساری، خاطره مشخصی ایشون دارن. بلی. از ایشون که میخواستم اینجا برای ما لطف کنن بگن. خواهش میکنم. آخه با ایشون چون دوست نزدیک من بودن و همه، یعنی خود جنابالی و بقیه دوستانی که اهل دل هستن میدونن که ایشون واقعا اساره حال احساس و محبت و انسانیت بودن. هیچ گونه لکهی به قول معروف به ایشون نچسبید در تمام عمرش به جز این که فرد خالص و با محبتی بودن و تمام زمانی که با ایشون در خدمتشون بودم و با هم بودیم همه خاطر است. منتها من چی رو عرض کنم که باعث ناراحتی نشه یه وقت؟ نه شما اولین افسردگی، اولین آشنایی شما با ایشون کجا بود؟ بله صحیح میفرمایید، این خیلی جالبه. بله در حافظی من شیراز بودم 4 سال که مدیر عامل سازمان صدا و سیما مثلا اون زمان چیز داده بودن، ماموریت داده بودن که در اونجا باشم موسیقی اونجا رو سر سامانه بدیم و شبها بعد این که کارها تمام میشد و اینها از حدود 11 به بعد که منزل بچه های اینا استراحت میکردن من تنهایی میومدم حافظیه و زمانی بود که خلوت بود، کسی در اونجا نبود، در حافظیه اونجا ساز و برمیداشتم از ماشین و شروع میکردم یه دستگاهی رو شروع میکردم به زدن و حالی میکردم، خستگی روزانه رو اونجوری برطرف میکردم، با ساز و خودم خلوت میکردم. یه شب همینطوری که سگاه بود مثل این که داشتم میزدم، خیلی تابع احساس قرار گرفته بودم و به نحوی، و دیدم که یه پشت سر من حس کردم یه نفر ایستاده پشت سر من، خواستم برگردم نشونه منی گرفت، یعنی منظورش این بود که بر نگردید نگاه نکنید. بعد شروع کرد این سگاه رو خوندن، من همچون هاج و واج مونده بودم چون اون موقع هنوز صدای آقای محمودی در رادیو ایران پخش نشده بود، حساب شناخته نشده بودن، در شیراز بودن. بله خیلی سال پیش، مثلا همون سال 36-37 که رفته بودن اونجا شیراز با ارکستر آقای بحری میخوندن. بله بحرینی، منوچهر بحری یا بحری. بله درسته، ویولون میزدن. بله ارکستر بودن. بله و از شیراز پخش میشد رادیو ایران. هیچ چیز بله از شیراز نه پخش. بله در نتیجه شناخته شده نبودن. من دیدم عجب صدایی، عجب حالتی، عجب احساسی. دیگه از آخری که تموم شد ایشون داشتن میخوندن، منم برگشتم قیافه ایشون رو وقتی دیدم تازه باور بفهمید مست این قیافه شدم. اون حالت زیبایی داشت. بله که اصلا نشون میداد که تمام سراپا وجود ایشون احساس هست و زیبایی. خیلی حالتی به من دست داد که نتونستم خودم نگه دارم. با گریه ایشون هم با استقبال ما، اون شب اول آشنایی ما با گریه بود، ولی گریه بسیار شیرین که واقعا وصف ناپذیر چیزی که دیگه از اونجا همه روز همه شب با هم بودیم دیگه. در سالز فوت استاد محمودی خانساری بودیم آقای خواهی میرعلی نقی و تجوشی هم تشریف و بودن و صحبت هایی کردن.
خوب بود که ای کاش الان کاری از ایشون آماده بود و پخش میکردیم که خب حالا خب اجازه بفرمایید ببینم تلفن هامون آماده هست. ما فضای همه فضای خاطرات من میبینم هم چشمای استاد لب زش کردم چشمای آقای میرعلی نقی بهتر سر بزنیم به اتاق فرمان. سلام علیکم، خسته نباشید. میبخشین یک سوال از استاد داشتم، امروز کنم بفرمایید که یک توضیح در مورد تاریخچه ساز بربط بدن، بعد لطف بفرمایید بگن که آیا از ابتدایی که ساخته شده به همین صورت بوده یا اینکه در طول زمان تغییراتی هم داشته. خیلی ممنون. سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای استاد نریمان. یه سوال از ایشون داشتم، اینه که مخواستم بدونم در مورد نوازندگی عود چه ویژگی های جسمی لازمه. یعنی خب ما میبینیم که مثلا برای نوازندگی ویولون به حساب انگشتای بلند و فرز میخواد یا سنتور مچای قوی. مثلا منم این مسئله در مورد عود چجوریه. و یه سال دیگه که از ایشون داشتم اینه که ما میبینیم که ساز عود بیشتر در کارهایی که به صورت ارکسترال ضبط میشه نقش بیس رو داره و بیس میزنه. میخواستم بدونم آیا توانایی عود در همین حد خلاصه میشه یا بیشتره. از دیگری نیست و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون، سپاسگزار امید هاشمی. با تشکر از برنامه خوب نیسان، من مصطفی شریفی هستم از کردستان. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد منصور نریمان و جناب آقای میرعلی نقی کارشناس محترم برنامه. سوالم از استاد این است که همیشه و همه جا شنیده و گفته می شود که عود سازی عربی است و از کشورهای عربی به ایران آمده است، در صورتی که واقعیت این است که موسیقیدان برجسته‌ای در دوران عباسی به نام ابراهیم موصلی و پسر او اسحق و منصور زرزر که ایشان تغییراتی نیز در ساختار عود به وجود آوردند و همچنین هنرمند نامدار دیگری همچون زریاب که ایشان نیز تغییراتی بسیاری در ساختار عود به وجود آوردند، عود را از ایران به کشورهای دیگر عربی و جهان گسترش دادند. حال چطور پس از گذشت قرن‌ها صحبت از این است که عود سازی است عربی و در ایران جایگاه محکمی ندارد؟ از استاد خواهشمندم در این مورد توضیح مفصلی بدن. خیلی ممنون، متشکرم. استاد اگر اجازه بفرمایید سوالات چون
به هر حال دو سه تا بود من دونه دونه ازتون بپرسم. فقط این رو عرض بکنم برای شما عزیزانی که تلفن کردید، تلفن ها تقریبا سوال ها مشابه بوده، ما از میانش این چند سوال رو انتخاب کردیم به خاطر وقت محدود برنامه‌مون، و اگر به نام خودتون پخش نشد بدونید که تلفن مشابه ما زیاد داشتیم. استاد پرسیدن که توضیح بفرمایید درباره سازتون و اینکه آیا از اول همین ساختار رو داشته و یا اینکه تغییراتی در ساخت در واقع ساز عود دادن. بفرمایید. اولا من متشکرم از این آقایونی که تلفن کردن و مطالب رو عنوان کردن، این علاقه ایشون رو میرسونه، و باز هم متشکرم و دست همشونو میبوسم. در این مورد که بد نیست که تاریخچه میشه، که تاریخچه هم خواسته بودن، تاریخچه هم خواسته بودن. بله، اول من تاریخچه عود رو عرض بکنم که از اون سال سوممون بوده. بله، که عود قبلا به نام بربط بوده، اسم اصلیش در اشعار حافظ، سعدی، تمام بزرگان بربط اسم برده شده. بله. و گویا در اوائل اسلام وقتی که عود عرب یعنی به ایران حمله میکنن، در اوائل اسلام ما به نام بربط داشتیم. بعد از حمله عرب که میگذره، عرب این ساز رو میبینن که سازی شبیه این ساز در کشورای خودشون دارن، منتها سطح این ساز رو با پوست بز پوشونده بودن، آسیب پذیریش از ذر هوا بسیار زیاد و ساز ناجوری بوده. وقتی اینجا دسترسی پیدا میکنم، میبینم خوب این که شباهت به اون داره، عوض میخوام شباهت داره، و چه بهتر که اینو ببرن و میبرن و کاملش میکنن. چون اول که به نام بربط بوده دست ما، این ساز 4 رشته سیم داشته، فقط 4 رشته، و 4 عدد پرده هم به دور دسته داشته، به اصطلاح 4 دستان داشته که همون پرده ها، و 4 رشته سیم. اما بعدن که عرب اینو میبرن کاملش میکنن، میکنن 10 رشته، 10 رشته دوتایی. بله. 5 جفت میکنن، مضاعف بکنن. بله. اون وقت پرده هم دیگه وجود، پرده ها هم برمیدارن که واقعا این کار درستی بوده، کاملش میکنن. و این سازو متاسفانه از دست ما که گرفتن، در اونجا رواج پیدا میکنه و این ساز کامل میشه. در کشور ما هم در زمان قاجار آخرین نفر شخصی به نام مرادی از خانواده قاجار بوده، که اینم با ترس و لرز چون درباری بوده میترسیده، گوشه خونه میشسته سازی میزده، و آخرین نفر ایشون بودن. و بعد دیگه کم کم به فراموشی سپرده میشه و هیچ کسی هم مدعی در مورد این ساز نمیشه، در صورتی که دومین ساز کشورمون هست. اولی اینطور که تاکنون نوشتن تنبور گویا بوده، دوم بربط بوده. و این زمان میگذره تا این ساز مجدد، ولی اینو فراموش کردم عرض کنم که وقتی که این ساز به دست عرب میرسه، از اون طریق هم به اسپانیا و جنوب فرانسه اینها میره، به نام الفلامشو برمیدن، به نام لوک مشهور میشه. بله. که الان هم دارن میزنن. بله. کارهای باخت مثلا. بله بله، در افتاد برای لوک بوده و بعدا با سازه دیگه. بله بله، به عربی که نمیشه الفلامشو که تغییر دارن شده لوک. و به کشور ما که بر میگرده این عود مجدد، باز هم بیتوجهی میشه، تا اینکه یه روزی باز هم مرحوم آقای خالقی مأموریت میدن به آقای محسنی که ایشون بله، چون عراق میرن، در عراق معلم بودن ایشون، معلم ایرانیان اونجا معلم بودن. بله، در اونجا این ساز را هم آموزش ببینن، که ایشون فقط چون تار میزنن آموزشی نمیبینن، فقط میخرن این ساز رو تهیه میکنن میارن، و در اینجا در حد ارکستر به اصطلاح جواب هم نوازی، یعنی به مرحله نرسیده بود که بشه. بله، در اختصاص. بله، در اختصاص سازهای ملی. بله. در صورتی که این ساز واقعا قدرت تکنوازی داره، به همین دلیل که الان ملاحظه می‌فرمایید. بله. که من دارم این کار رو انجام میدم، و نه من، خیلی ها دیگه امروز دارن این کار میکنن، که همین باعث واقعا روحیه و زنده بودن من هست. اینه که ملاحظه می‌فرمایید فعالیت زیاد دارم،
گرمی این دوستانه که حرارت این دوستانه که منتقل میشه. الهی همیشه زنده باشید و سعیتون به سر شاگردا و جامعه هنری ایران. سال دوم درباره ویژگی‌های جسمی پرسیدن که آیا ویژگی‌های جسمی خاصی میخواد شخصی که میخواد این ساز رو شروع کنه به نواختن؟ در هر سازی اصولا اگر طرف بدن قوی داشته باشه از هر جهت، عضلات خوبی داشته باشه که قابل قبول چیز پزشکی باشه، فرا مسلمه موفق‌تر خواهد شد. و یه آدمی که انگشت‌ها ضعیف باشه، ولی فکر میکنم منظور ایشون کوتاه بلند بودن انگشت و مثلا میگفتن کسی که بخواد سنتور بزنه بعد مچ قوی داشته باشه. بله. درباره بربط چطوره؟ بربط هم همینه، بایستی مچ بسیار قوی داشته باشه. بله. که بتونه مضراب و به اصطلاح هدایت کنه. البته بدن سالمی باید داشته باشه و روح سالمی، این اصلا مهمتر که باید داشته باشه و موفق خواهد شد انشالله. و درباره در واقع تاریخچه‌اش که نمی‌دونم، حالا شما توضیح دادید که میگن چرا میگن اصلا این ساز عربی، توضیح رو دادید؟ بله توضیح دادید. بله اونم شاید به همین که عرض کردم که در کشورهای عربی این مرتب صدا به گوش میرسه. و یه موضوعی بد نیست عرض کنم که اسباب تأسفه. من رفتم جزیره قشم به عنوان ماموریت، در اونجا دیدم تعدادی جوان‌ها دارن عود میزنن و خیلی خوب میزنن، واقعا انگوش گذاری همه چیز درست، ولی همه یک قطعه رو میزنن. من توجه کردم درست یه قطعه مال آقای یکی از نوازندگان فریرت رش، نوازنده عرب. بله. همیگی اونو سوال کردم که این قطعه شما از کجا آوردید و چرا اینو رادیو شرق الاغنا اینا رو پخش میکرد مرتب؟ بله گفتن این مرتب به گوش ما میرسه، ما از راه گوش و کتاب شیوه بربط نوازی مال شما رو هم گرفتیم، هر کار کردیم چون معلم نداشتیم موفق نشدیم. من خیلی ناراحت شدم، اقلا 15 نفر به طور متوسط بودن که چنین بودن. بله. الان شاگردانتون چگونه میبینید استاد؟ خیلی خوب هستن، علاقه دارن به کار. بله علاقه دارن به کار. در هر دوری خوب مسلم یکی دو نفر بهترین هستن. بله. و همونطوری که مسئله هست میگن بلبل همه بچهاش بلبل نمیشه، یک بچهش بلبل میشه، بقیه پرنده معمولی میشه. بله. و در مورد هنرم سر میکنه، اگه 10 نفر باشن یک نفرشون خوب به اون صورت باید. ولی استقبال جوانان رو خوب میبینیم. خیلی خوب. الان متاسفانه من از پذیرفتنشون عاجزم، والا اگه قدرتی داشتم از نظر بدنی شفا هم تا صبح میشستم تدریس میکردم. خدا ان شاء الله شما حفظ کنه. خب آقای میرنگ 5 دقیقه آخر وقت برنامه‌مون. 5 دقیقه آخر رو که من حرفی به نظرم نمیرسه، دوست داشتم اینجا سرکو فقط گوش باشم. بله. حرفی اینجا ما نداریم بزنیم قبل استاد. فکر میکنم که اگه خود شما یا ایشون توی کلامو به دست بگیریم بهتر باشه تا اینکه من صحبتی بکنم. خب جناب آقای نریمان اگر اجازه بفرمایید این دقایق آخر برنامه رو اختصاص بدیم به خود شما که انتخاب بفرمایید، اگر صحبتی دارید که میدونید لازم هست که شنوندگان عزیز ما بشنون و به خصوص اونهایی که علاقه دارن به این ساز و میخوان دنبال روی راه شما باشن بفرمایید. عرض کنم یه مطلبی رو به طور کلی من می‌خواستم عنوان کنم که از این موضوع خیلی هم من هم دیگران رنج میبرم. به اعتقاد من یک کسی که یک سال، حالا یک سال میگیم کمه، دو سال مثلا ساز داره میزنه، یه بچه یا بزرگی داره میزنه، این فرد قابل احترامه، برای اینکه همینقدر انتخاب کرده راهشو و داره میزنه، معلومه که دارای احساسی هست، لطافتی هست اینها. و همینطور در سطح بالاتر میایم بزرگترها به قول معروف، اونها هم که خب مسلمه دیگه دوست داشتنی هستن، چون زحمت کشیدن برای اجتماع، کشیدن برای مظلومشون کشیدن. اما یک چیزی که چرا محبت ها قطعه میشه، این واقعا خیلی همچون جالب نیست و آدم زجر میکشه. میشینن فرض بفرمایید دو نفر سازشون هم یکی نیست حتی، یا یکی هست. وقتی شما سوال میفرمایید مثلا آقای ایکس دیشب در خدمتشون بودیم یا امروز، عجب ساز میزنن، ایشون شروع میکنن
منفی بدگویی کردن و این بدگویی ها میخواستم به دوستان عرض کنم چه نتیجه داره. آیا بهتر نیست که هم دیگر رو واقعا تأیید بکنن و دوست داشته باشن، عاشقانه هم دوست داشته باشن و راه گوش ها باشن برای هم دیگه؟ بله، اصلا وجود هر هنرمند طبعا باید سرشار از عشق و مهر باشن، چیزی که خداوند در نهایت تمام و کمال عشق هست. ولی جای تأسفه این که شما میفرمایید که این گونه در جامعه هنری ما هیچ کدوم هم دیگر رو، شاید بعضی از ما البته هم دیگر رو قبول نداریم. بله، این قشنگ نیست. مطمئن. و در مورد ساز هم یک عده‌ای که خودشون دستن در کار هستن و سنی هم نسبتاً بین سن پایینی نسبتاً دارن، اینها یه اشتباهی رو همیشه میکنن که جناب میرالنقی هم بد نیست که اگر چیزه شما بفرمایید. ببینید، ما در نوازندگی دو سه قسمت بیشتر نداریم. مرحله اول که خب تمرین هست و اینها، مرحله بعدی باز هم همون تمرینات اینا، بعد گروه نوازی هست که طرف باید در حدی باشه که بتونه کار گروه نوازی بکنه و همینطور پیشرفت بکنه تا بیاد برسه به مرحله تک نوازی. تک نوازی فکر میکنم دیگه آخرین مرحله باشه، برای اینکه اون هنرجو باید ردیف و حالا ردیف هر کسی رو که انتخاب میکنن هیچ مشکلی نیست، چون همه مثل هم هستن، ردیف و تمام و کمال بدون افتادن یه دونه واب اونو کار بکنن، اون کادر رو به اصطلاح انجام بدن و بعد از اون که انجام شد وقت با احساس و ذوق و سلیقه خودشون اونو آرایش بدن و تحویل شنونده بدن. یه گدی فکر میکنن که اگر یه قطعه ای رو نشستن تو اتاق یا توی کنسرتی اینو تنهایی زدن، این اسمش تکنوازی هست. نه نه، اصلا مختصات اون کارو نداره. ممکنه کاری باشه که به تنهایی اجرا شه، ولی از مختصات واقعی این کار چیز نداره. بله، اونو میشه گفت تنها نوازی یا یه اسم دیگه بزنم، ولی تکرویی بیشتر میشه. تکرویی، بله، چون اجرای یک اصل تکنوازی است. تکنوازی همینطوره. بله، می‌خواستم اینو عرض کنم. مهمترین رکن ماست که باز احیا شده هنر موسیقیمون و متأسفانه داره از بین میره. بله، فکر کنم وقت تموم کنم. من شما از خاطره خیلی حرف زدید آقای میرالنقی، امروز اجازه بدید من هم یک خواهش کنم از استاد. بله. که در این لحظاتی که به هر حال اضافه ما میگیریم به خاطر حضور استاد، تقاضا کنم خاطره ای رو بگن. جناب آقای، شما که تکنوازی داشتید با استاد اسدالله ملک، دوست داریم چون به هر حال ایشون هم بین ما نیستند، خاطره ای اگر از ایشون دارید از اون روزهای قشنگی که با ایشون بودید بشنویم و حسن ختام برنامه قرار بدید. من اولا همه آقایون تکنوازان برای هم بنده و همه مردممون میدونم که عزیز هستن و همه شناسایی کامل هم دارن. بله. ولی آقای یاحقی اون خلق و خو و رفتار و فرم زدن چیز مخصوص خودشونو دارن، آقای بدیعی همینطور داشتن، جناب تجویدی همینطور و آقای اسدالله ملک، ایشون هم یک چیز خاص خودشون داشتن و چیزی که باعث تأسف هست که از دست رفته و باعث تعجب بود در زمانی که بودن، هیچ موقعی از زدن یه قطعه هر طولانی یا زمانی که از ایشون خسته نمی شدن و همیشه تازگی داشت. من ولی یادم در کار تکنوازی هم اولین جلسه‌ای که برنامه قرار شد که ما بریم اجرا کنیم، رفتیم داخل استودیو، یکی از نوازندگان که اسمشون رو عرض نکنم بسیار با قدرت خوب در ساز و خوریشون، ایشون اومدن دیدم به من یه آشایی گفتن فلانی، من نمیام. گفتم چرا؟ گفت من تحمل آرشه های به اون قدرت فلانی رو ندارم، جرأت نمی کنم. یعنی چون برنامه تکنوازن درست این حالت سوال جوابی داره، یعنی طرف باشه پهلوانیه دیگه. بله، باید حاضر جواب طلبن همه و باید حاضر جواب باشه که بلا فاصله جواب طرف بده. و ایشون میگفتن که من از این کار عاجزم. رفتن و اونو دو نفری ایشون برنامه کردن. بسیار عالی، یادی هم کردیم از آقای ملک و خیلی متشکرم استاد. واقعا
سپاسگزاریم. برنامه ما برنامه بسیار لطیفی بود آقای میران نقی امروز. خوب و احساس و تمام روزهای قشنگی که مجنون شما و خسته استاد بودیم. ما خود ما میبسد یه جمله معترضه بیشتر نیستی. تنها برنامه شیرینیش با همین جمله های معترضه شما هم هست. ما برنامه امروز رو تمام میکنیم با کلام استاد که درباره عشق صحبت کردن. شما که هنرمندید و شما که هنرشناس هستید خیلی خوب و بهتر از من میدونید که قلب یک هنرمند و ذهن یک هنرمند فقط باید از عشق لبریز باشه و نه از هیچ چیز دیگه. استاد یک بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم. شما در اختیار برنامه خودتون قرار دارید. ممنون از شما. من اجازه میخوام با شما خداحافظی کنم. من مطلبی هم آخر برنامه تقدیم کنم که اینو حمله بر این که چون این برنامه از خودمون هست من عرض کنم مطلبی رو حمله بر اون نشه. واقعا من ممنونم از دوستان و همکاران مثل جناب علی، مثل آقای میران نقی، عرض کنم آقای رستگاری و بقیه عزیزان. ممنونم که این برنامه رو در روزی از 10 تا 2 طوری چیز کردن که این همه شنونده خیلی چیز شده و موسیقی ایرانی داره سطحش همینطور لااقل در حد شناسایی در حال حاضر کمک کنه. بله. بعدن وقتی که رسید برابر شد باید باشه مطمئنم که پیشرفت‌هایی هم خوب باشه خواهد. ممنونم از شما. شما ممنون شما. آقای میران نقی شما هم متشکرم. دست شما درد کنه. استفاده کردیم مثل همیشه. برنامه رو خوب گردوندید و با یکی از کارهای زیبای استاد برای امروز رو این بخش رو به پایان میبریم.